نریندرا مودی صدر اعظم هند به خاطر ملاقات با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده لحظات پیش وارد قصر سفید شد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم میرویس رحمانی میشنویم که همین‌اکنون در مقابل کنگره است و موضوع را دنبال کردم. میرویس جان، اجندای ملاقات نریندرا مودی و جو بایدن چی خواهد بود در این نشست؟ سلام به شما و بینندگان محترم. هرچند اجندای رسمی ملاقات جو بایدن و نریندرا مودی نشر نشده، اما انتظار میره مودی و بایدن روی راه‌های چگونگی مبارزه با گسترش نفوذ چین در منطقه و جهان، تقویت همکاری‌های نظامی و دفاعی بین هند و آمریکا و همچنین تقویت همکاری دو کشور روی توسعه فناوری‌ها بحث کنند. نریندرا مودی صدر اعظم هند لحظات قبل هنگام ورود به قصر سفید گفت که پس از شیوع ویروس کرونا نظم نوین جهانی برقرار شده و هند در پی تلاش برای تقویت روابط دفاعی و نظامی با امریکاست و هدف تقویت همکاری های دفاعی و نظامی با امریکا را ترویج صلح گفت. جو بایدن هنگام پذیرایی از نریندرا مودی به نقش فزاینده ایندی تبارها در دولت امریکا اشاره کرد و از کاملا هاریس معاون خود، معاون رئیس جمهور امریکا، یاد کرد که یک اندیول حاصل است و همچنان او گفت که کنگره امریکا فعلا بیشترین اعضای هندی تبار فعلا داره. با توجه به پذیرایی گرم جو بایدن از نریندرا مودی، به نظر می رسد که هند امریکا در پی ازی است که هند به متحد نزدیک خود یا حداقل شریک نزدیک خود در منطقه تبدیل کنه. هند در حال حاضر بیشترین سلاح و تجهیزات نظامی خود از روسیه می خره و به اساس گزارش ها بیش از 20% سلاح‌های روسی به هند فروخته میشه، آنچه امریکا در صدد ازی است که تغییر بده. برنامه بعدی آقای مودی پس از ملاقات با جو بایدن چی هست در حال حاضر؟ همین حالا که ما امروز شما صحبت میکنم، جو بایدن و نریندرا مودی ملاقاتشان و گفتگوهایشان آغاز کرده قرار است ساعت 12 و حدود یک پس از چاشت به وقت محل، به وقت واشنگتن، مودی و جو بایدن در یک کنفرانس خبری مشترک اشتراک کنند. پس از او آقای مودی به مقر کنگرس، ساختمانی که در عقب ما است، میره و در نشست مشترک که مجلس نماینده ها و مجلس سنای امریکا سخنرانی خواهد کرد. باید بگویم که نریندرا مودی نخستین صدر اعظم هند و سومین رهبر جهان است که برای دومین بار در نشست مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا صحبت میکنه. پس از سخنرانی قرار است شام حدود ساعت 6 شام دوباره به قصر سفید بیاید و برای بار دوم مهمان جو بایدن باشه. جو بایدن و خانمش دکتر جل بایدن ضیافت رسمی را به خاطر آقای نریندرا مودی برگزار میکنه. ای که سفر مودی چی تأثیر روی روابط بین مردمای دو کشور خواهد داشت، صدای امریکا گزارش تهیه کرده که با هم میبینیم. می‌رود سفر رسمی نریندرا مودی صدر اعظم هند به ایالات متحده موارد مشترک بین دو کشور را برجسته سازد. از زبان انگلیسی به حیث میراث استعمار بریتانیا گرفته تا نظام دموکراسی و تاکید روی تحصیلات عالی و پژوهش‌های علمی. اما برای 2.7 میلیون امریکایی هندی تبار، سفر رسمی مودی به ایالات متحده روابط عمیق‌تر و شخصی با امریکا را نیز برجسته می سازد. هندی ها حدود 3/4 اعضای برنامه کارگران مسلکی به امریکا را تشکیل می دهند و هزاران تن آنان در دانشگاه های معتبر امریکا مصروف فراگیری آموزشند. مودی روز چهارشنبه هنگام بازدید از بنیاد ملی علوم امریکا به این موضوع اشاره کرد. دوستان، امروز هند و امریکا با منظور حفظ قدرت رشد خود به ادامه آموزش استعدادها نیاز دارد. از یک سو امریکا معتبرترین نهادهای آموزشی و پیشرفته ترین فناوری ها را در جهان دارد، اما سوی دیگر هند بزرگترین فابریکه استعدادهای جوان است. کارشناسان میگویند که هدف اصلی سفر مودی به امریکا گسترش روابط تجارتی است.
ایالات متحده به شدت در تلاش تنوع بخشیدن به منابع تامین کالاها به دور از چین است. هند علاقه دارد که بخش از زنجیره تامین منابع باشد که امریکا در حال ایجاد آن برای خود است. اما روکنه، عضو مجلس نمایندگان امریکا، با صدای امریکا گفت که ممکن در سفر رسمی مودی برخی موضوعات جنجال برانگیز نیز به بحث گرفته شود. حتما روی اهمیت رعایت حقوق بشر، رسانه‌های آزاد و تعهد هند به دموکراسی لیبرال صحبت خواهیم کرد. اما هدف اصلی سفر و ملاقات‌ها با مودی بحث روی چگونگی تقویت مشارکت است. ریچارد روسو، کارشناس روابط با هند، میگوید که سفر مودی به ایالات متحده ممکن برخی تغییرات در رفت آمد شهروندان دو کشور نیز وارد کند. قسمی که می دانید، در حال حاضر هندی های زیادی به هدف تحصیل و کار به امریکا می آیند، اما شمار اندک امریکایی ها هند را به حیث محل کار و تحصیل انتخاب کردند. به نظرم به عنوان بخش از این سفر شما شاهد صدور اعلامیه های خواهید بود که هدف آن آوردن توازن در این رفت آمد ها خواهد بود تا شمار بیشتر امریکایی ها به هند بروند. اما با توجه به افزایش تنش‌ها در هند در یک سال گذشته، امکان بلند رفتن رقم آمریکایی‌هایی که در صدد تحصیل و کار در هند هستند بسیار کم است، چون اخیراً وزارت خارجه آمریکا گفت که شهروندان این کشور هنگام سفر به هند باید از احتیاط زیاد کار بگیرند. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی.